که تا میای خونه اصابا درد داغونه به نام خدا. سلام، رامبد جوان هستم در شبکه مسیح اینجا خندوانه. بفرمایید حالتون چطوره؟ عالی، خدا رو شکر. حال منم عالی. حال خندوانه تو خونه؟ عالی، خدا رو شکر. خب چند تا جمله عرض میکنم، بعد با هم دیگه قوره کشف. اصلا میگم آقای شاه حسینی بیارم. آقای شاه حسینی تشریف بیارید. سلام. سلام. جا خوردی؟ آمادگیش نداشتی. آمادگیش نداشتی. خب شماره‌هاتون دم دستتونه؟ بله. همینطور که شماره‌هاتون رو تنظیم میکنید که بعد بیارید بالا ببینیم و اینها، اینم عرض بکنم خدمتتون که در طول ماه رمضان الان به هر حال مدتی ازش گذشته و اینکه یه عده ممکنه اضافه وزن آورده باشن. بعضیامون هستیم که دم افطار تمام وعده هایی که در روزهای معمول میخوردیم و ازشون لذت میبردیم و میخوایم جبران بکنیم، مثلا صبحونه و اون مثلا چاشت وسط روز و بعد نهار و میان وعده و عصرانه و نمیدونم همه چی رو با هم دیگه میخوایم جبران بکنیم و این باعث میشه اضافه وزن بیاریم. یعنی اونهایی که قبل از ما رمضان اصلا توی دستبندی و وزن کشی ها اصلا میتونستن حساب نشن، قرار نگیرن، الان میتونن جز سنگین وزن ها اصلا شرکت بکنن. اگر میخواین مثل من شکم نیارین، مراقبت بکنیم. بعضیمون هستیم که انقدر میخوریم که به نفس میفتیم و انگار رو تردمیل داریم میدویم. اون وقت یه دمون هم هستیم که اینو توجیه میکنیم، میگیم خیلی هم خوبه این نفس زدنه، ضربان بالا میبره، جریان خون شدید میکنه، کالری مصرف میکنیم، یه ذره وزنمون میاد پایین. مراقبت بکنیم و اصولا هم خواهشمون همیشه اینه، ما هر سال که بتونیم در خدمت شما باشیم، افتخار داشته باشیم، به هم دیگه یادآوری میکنیم که افطاری های ساده رو لطفاً فراموش نکنید. عزیزانی از این مملکت وجود دارن هستن که حتی توان خرید یک قرص نان رو ندارن و ما ریخت و پاش های عجیب غریب میکنیم که اکثرش هم برای دوروری های خودمونه که اصلا نیازی ندارن بیان سر این سفره افطار بشینن. حالا بر صورت مبارک قشنگ ثواب داره و دور هم میشینیم افطار میکنیم و خواهش میکنم ساده و کم ریخت و پاش. خب آقای شاه حسینی لطفاً شماراتون رو بیاریم بالا ببینیم. خب آماده؟ سی و نو. چی بگم؟ چی بگم؟ هیچیه شماره. اسمتون رو بگین؟ مرسان عقیزاده هستم، شماره 10. 10. کتاب بخری ها. چشم. شما پولش رو میدون، کتاب بخری ها. مبارکی. خب صد و چهل. به نام خدا، مهندسه رسولی هستم، شماره 1. 1. به کی؟ به مادرم. کجا؟ خونه. خب این جمله رو تقدیم به مادرم میکنم، ازش خیلی ممنونم. چه میگین ازش؟ بگین ازت. ازت خیلی ممنونم، این چند سال خیلی زحمتمو کشیدی، بهت خیلی ممنونم، امیدوارم که بتونم زحماتتو جبران کنم، خیلی دوستت دارم.
لبخند توی دل مادرتون آب شد. دم شما گرم. خدا حفظتون بکنه همتون. خب. نود و دو. محمد شهبازی هستم از پاکدشت. شماره شش. شش. مرسی. یکی دیگه هم بکشیم. بیا. صد و دوازده. چی کار شده؟ یعنی چی؟ یعنی من ایشون از دیروز داریم تمرین میکنیم این لحظه رو؟ بفرمی؟ زهرا علی اکبر هستم. شماره پنج. شماره پنج. مبارک. اساسی کار شدهش کردیم که حال کنی. خب یکی دیگه هم بکشی. بیا جایی دارم تو کار شده برو باز خود ببینم. صد و سی... ببینم چندی؟ صد و سی. ها یه ذره کمتر تمرین کرده بودیم با صد و سی و سه. سنم به نام خدا تاه تبا تبایی از درامین. شماره هفت. هفت. سپاس. سپاس. شاکرتم. سپاس. خب خیلی ممنون. بریم بیاییم. دیگه بریم بیاییم. آماده. یک. دو. سه. بریم بیاییم. در طول شب‌هایی که گذشته و ماه رمضان بوده و به همدیگه تبریک گفتیم و افطاری ساده رو هی مدام به همدیگه یادآوری کردیم و چیزی که خیلی خیلی مهمه اینه که توی این روزها و توی این شب‌ها باید مراقب باشیم و مراقبت بکنیم. برپا! چرا همچی میکنین آقای دکتر؟ من اصلا ندیدم شما بیاین. چرا ندیدی؟ چون داشتم حرف میزدم. بفرمایید. خواهش کنم. خواهش میکنم. من دیدم شما جایگاه تو فراموش کردی. جایگاهمو فراموش کردی؟ منم گفتم مزاحم نشم. برای همین آروم آروم اومدم تو. اصلا نفهمیدم شما اومدین تو. جایگاهمو فراموش کردم. بله. جایگاه من چیه؟ میدونین من چه مثالیو برای شما میزنم؟ بله. تو برنامه‌های رسمی دیدین یه آدمی که سخنران اصلیه خوب. قبل از اینکه ورود کنه یه جوونکی داره یه کارای انجام میده. چه کارای انجام میده؟ تو بازی میکنه، دست میزنه، مردمو سرگرم میکنه. کار شما اونه دقیقاً. جایگاه شما اینه. من سرگرم میکنم؟ من بله. با تو یعنی چی؟ من مجلس گرم کنه شما هم؟ مجلس گرم کنه من نگفتم، هستی گفتم کار شما. سخنران اصلی کیه؟ شما این؟ معلومه که منم، نه که فکری شمایی؟ نه که فکری شمایی؟ معلومه که منم، مشخصه که منم، بدیست که منم. خیلی خوب باشه بفهمید. الان موضوع چیه؟ بعد ببخشید شما سیبیل و ابراتون رو کوتاه کردین؟ بله. چقدر بهتون میاد؟ بله، کلسیوم هم کم کردم.
آها خوردنشو. بله دیگه. بچی زدنشو. خب وقت من نگی بذار برم سری سر بحث. اصل موضوعتون چیه؟ خواهش میکنم. اتفاقا چقدرم به درد شما میخوره موضوعی که امروز میخوام راجبش صحبت کنم. چطور؟ چون راجب رژیم غذاییه. خب خیلی رژیم‌های مختلفی حتما خود شما تجربه کردین. چه میدونم مدیترانه‌ای، کانادایی، آمریکایی، استوایی، انواع اقسام رژیم رو شما خود تجربه کردی. ولی رژیمی که من میخوام بگم روش خودم است. خودم ابداعش کردم. اوه 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 نه هیچی. خب بفهمید خدا به خیر کنه هیچی. فرض کردم که ایشالله که خوبه همه چی. خب بله ایشالله خدا به خیر کنه چاقی شما رو، اضافه وزن شما رو. رژیم به درد شما میخوره. بله بفرمید. شما بفرمایید. مگه نمیخواین توضیح بدین؟ چرا توضیح میدم. خب بدین دیگه. سه مرحله داره این رژیم. دوستان خوب دقت کنن. مرحله اول اینه که نخور کوف کن. نخور کوف کن؟ بله. سالی که نکوست از بهارش پیداست واقعا. دفهم. خب معذرت میخوام بفرمایید. اجازه میدی؟ ای بابا بله دیگه بفرمایید. چون من وقت ندارم زیاد. بفرمایید. اجازه میدی یا نه؟ بله آقای دکتر بفرمایید خواهش میکنم. خب نخور کوفت کن. مرحله اول. این اینجوریه که شما خیلی راحت در اختیار آدمی که میخواد غذاهای خوشمزه بخوره هر چی میخوای جلوش میذاری. کله پاته، املت، کباب با روغن اضافه. ولی از قاشق اول بشین. از قاشق اول که میخواد بذاره دهنش شروع میکنی. نمیذاری یه لقمه از گلوش راحت بره پایین. چیکار میکنی؟ همینجوری میباندیش به باد که نخور. چیکار داری میکنی؟ ریخت رو خودت. قاشق برعکس گرفتی. قوز نکن. چه اینجوری غذا میخوری؟ حرف نزن باقای غذا خوردن. همینجوری تا آخر. لحظه به لحظه اون غذا که مقدارش مشخصه هر قاشقی که میخواست برداره بذاره دهنش باید شما زهره مارش کنی، کوفتش کنی، نذاری گلوش بره پایین. خب این چی میشه؟ این چی میشه؟ این که خیلی بده، خیلی بد رفتاریه. بعد طرف خب اذیت میشه. این چه رفتار غیر انسانی بی خودیه؟ نه غیر انسانی نیستش. خب یکی از دلایل چاقی چیه؟ چیه؟ خوردن غذای خوشمزه. درست خب. یا نه؟ خب میریم سراغ مرحله دوم. آها یعنی لذت غذا خوردن از طرف میگیریم. معلومه. پس چی بهش میدیم؟ اگه بهش بدیم که داشته میخورده میشه مثل شما. میشه چاق، میشه شکمش خلمبه میزنه بیرون. آقای دکتر دیگه هم نمیتونه وزن کم کنه. آقای دکتر من اضافه وزن دارم ولی اونقدر نیستش که شما راجع من اینجوری حرف بزنید. چرا اونقدر هستش؟ شما یه ذره با من دارین تند. اصولا هر بار دارین با من تند و بد صحبت میکنید. واقعیتشو بخواید اینجوری به من بر میخوره. بهتون بر نخوره، به منم بر میخوره. به شما چرا برمیخوره؟ به شما چرا برمیخوره؟ به خاطر این بد با من صحبت میکنی؟ شما با من بد صحبت میکنی؟ من چه بدی با شما صحبت؟ من چه بدی با شما صحبت کردم؟ ادامه بدید. اجازه میدیم بحث با بله مرحله دو. خواهش میکنم مرحله دو. چیه؟ سرکوفت بزن تا کامروا شوی. سرکوفت بزن بله. تا کامروا شوی؟ بله. خب این مرحلهش اینجوریه که از صبح علی طلوع شروع میکنی. خب چی میگی؟ صبح که طرف بیدار میشه میگی صبح بخیر خیکی. درسته؟ خب دوباره زمه میاد سر صبحونه، میاد صبحونه رو شروع بکنه میگی عجیبه برای من، تو مگه سیرم میشی؟ با این هیکل مگه سیرم میشی؟ میاد موقع نهار بیاد غذا بخوره میگی کارت بخوره تو اون هیکلت، تو اون شکمت. از در میاد بره بیرون میگی نگاه کن تو رو خدا اندازه فیل شده چجوری از این در رد میشه این آدم. دوباره برمیگرده میاد خونه. سر شام. سر شام بهش چی میگی؟ میگی ببینم تو میخوای رکورد 150 کیلوها رو بزنی یا 200 کیلوها رو؟ قضیه چیه؟ چه جوری کار میکنی منو؟ نه هیچی، دارم فکر کنم خیلی بد رفتاریه این رفتارا. خیلی رژیم بدیه. موقع خواب اجازه بدین عرایض بنده تموم بشه. موقع خواب میگی انقدر گسترده شدی که کل خونه رو فرا گرفتی. حالا اگه مثلا خانوم آقا باشه، خانوم میگه من دیگه میرم خونه مامانم. اگه آقا باشه میگه من میرم خونه مثلا بابام. اگه مثلا پسر و دختر باشه میگه میرم خونه مثلا داییم. اگه دو تا جوون باشه میگه میرم پشت بام.
اگه نسبت با هم نداشته باشه غرق میکنه میره بیرون. اگه نسبت با هم داشته باشه نتونه جایی بره، همه خوراک پر باشه میگه میرم تو اتاق دربی بعدم محکم. همینجور تا آخر. این مرحله چیه؟ مرحله دوم. خب چیه دیگه؟ مرحله سوم چیه؟ صبح هم که معمولا از خونه میرم بیرون اینو باید بهش بگی که کامل بشه چی؟ که بتونی اون روند رو ادامه بدی. صبح بخیر چربی؟ مثل رو جوری شروع میکنی؟ چطوری چربی؟ چطوری پی؟ حالا یا انگلیسیش یا فارسیش خیلی مهم نیست، بس اگه به خانواده داره. بعد شما ببینید این روند چه تأثیری داره. شما اگر در 12 روز 40 کیلو وزن کم کردی یا نکردی کم میکنی. میدونید چرا؟ برای اینکه یا باید وزن کم کنی یا باید خودکشی کنی، پس مجبوری وزن کم کنی. انقدر میگی طرف روانی میشه یا باید وزن کم بکنه یا خودکشی کنه. خیلی وحشیانه است. وحشیانه است. اصلا انسانی و اخلاقی نیست این کارا. خیلی اخلاقی نیست. خودم هم قبول دارم. رمباتوان. من ممکن قضیه نیستم که اخلاق، من میگم اخلاقی نیست. ولی باید زمان داد دیگه. البته در ادامه بهتر میشه ها. مرحله سوم میای مینویسی که لعنت بر کسی که در این مکان خوراکی بریزد. در کدوم مکان؟ شکم دیگه، کدوم مکان؟ لعنت بر کسی که در این مکان خوراکی بریزه. شما زختی مگه نکشیدی؟ خب زحمت مگه نکشیدی؟ خب ممارست مگه به خرج نمیدی؟ بله. که وزن کم کنی؟ خب باید یک نفر پیدا بشه. خب با چاقو بیاد حکاکی کنه رو شکم شما. با چاقو حک بله. کنه که لعنت بر کسی که در این مکان خوراکی بله. خب که ملکه ذهن اون آدم بشه. خب چه وحشتناک، خون میریزه و اینا که افتضاح. خون باید بریزه. خون باید بریزه. این همه آدم تلاش کردن که آدم وزن کم کنه. شب و روز کردیم که وزن کم کنه. انرژی گذاشتیم که وزن کم کنه. خون میریزه. خون میریزه. مهم نیست برای من. اصلا خودم میام با چاقو میزنم تا شکمش. خودم میام شکمش رو حک میکنم. خط میندازم روش. بابا دکترم. میگاجا میکشم بیرون. بابا شما وحش دیوانه ای، آروم بگیرید. معذب باش آقا. اون وحش دیوانه است. اصلا من نمیدونم چرا ما این آدم که عددی نیست. آدم بوده من 50 کیلو 60 کیلو وزن کم کردم براش. این میزان از خشونت نمیفهمم در شما. میزان از خشونت نیست. به فکر کمینه. خدا اون روز رو نداره که من قاطی کنم. من که میذارم این همه سال زحمت، این همه وقت، این همه انرژی، این همه سختی کشیده که چاق شه دوباره برگرده. نه نمیشه، غلط کرده. نمیذاری مثلا دوباره چاق بشه. آروم باشید دایی دکتر. آروم باشید. ببرید. بیا دکتر ببرید بابا. دکتر ببرید بابا. آره با چاقی ادامه بده. رم با دفن نمیزنه. بده من. چه نمیزنه؟ با چاقی ادامه بده. به چاقیم ادامه نمیدم، لاغر میکنم. ببرید دکترو. عجیبم هست که لاغر نمی کنی. همش خشونه، تنبیه، کتک، چاقو هم میخواد بکشه قلب. داره برای دارم دارم. بریم بیه. 1 2 3 من چه کار میکنم اینجا؟ من و 7-8 از بچه‌های 7-8 بالتر نداریم. هر روز یه جایزه. این همه جایزه آخه. ببینیم این جایزه که از جعبه ما در میاد امروز چیه. سکه طلا. چی از این بهتر؟ این سکه طلا قراره به کی برسه؟ به کسی که از امشب تا فردا شب، یعنی از امشب خندوانه‌ای تا فردای خندوانه 11 شب تا 11 شب فردا بتونه از طریق سامانه 7-8 بسته اینترنتی بگیره. یه بسته اینترنتی میگیرین، توی قرعه کشی سکه طلا شرکت میکنین و میتونین با خرید بسته اینترنتی شانس خودتون رو برای جایزه 500 میلیونی افزایش بدید. خیلی خوبه. بریم بیاین. خب آقا قبول باشه. ممنونم، شما قبول باشه. نمایشگاه قرآن هستیم اینجا، بفرمایید چه خبره؟
اینجا ماراتون تولید محتوای دیجیتال قرآن و معارف دینی هستش. چه اسم عجیب و طولانی. بله بله. ماراتون یعنی چی؟ الان چیکار دارن میکنن اینجا؟ ببینید اینجا در واقع رقابتی هستش که از افطار شروع شده و تا سحر ادامه خواهد داشت. رقابت سر چیه؟ بله، یک ایده قرآنی، یک ایده ناب قرآنی رو پیدا میکنن، روش کار میکنن و نهایتاً یک مدل کسب و کار تولید میکنن که بتونن در واقع اینو ارائه بدن در قالب یک محصول فرهنگی و یک محصول نرم افزاری. این محصول نرم افزاری میتونه یک نرم افزار موبایلی باشه، یعنی یک اپ موبایلی باشه، یک نرم افزار برای دسکتاپ باشه، میتونه یک سایت باشه، میتونه حتی یک در واقع گیم باشه. ماحصل این کار در واقع باید یک برنامه کاربردی بشه که موجب ایجاد اشتغال بشه در جامعه. این عزیزانی که دارن این کارو میکنن و در این ماراتون هستن از کجا هن، کیان؟ این عزیزانی که شما مشاهده میکنین از اقصا نقاط کشورمون هستن، از جای مختلف اومدن و در این ماراتون شرکت میکنن. کاملا آزاد بوده گروهای دانش آموزی ما داریم تو این ماراتون و تو این رقابت سنگینی که وجود داره، گروهای دانشجویی داریم، گروه اساتید داریم و گروهای مختلف آزاد هم حتی حضور دارن تو این ماراتون. خود شما هم شرکت کردی؟ من متاسفانه توفیق شرکت نداشتم ولی در خدمتتون هستم برای برگزاری. شما مدیریت میکردی؟ هستم اینجا در خدمت دوستان. ریاست میکردی؟ نه دیگه. نظر میاد که روزه رمقشون رو گرفته بوده. نه اتفاقا برعکس، این ماه معنوی و این ماه رمضان باعث شده که انرژی مضاعفی در حوزه‌های قرآنی و معارف بشه. راست میگین. بله درسته. تصورتون اینه که چند تا ایده یا چند تا نرم افزار، چند تا گیم از این ماراتون در میاد؟ 30 تا گروه هستن که ما انتظارمون حداقل 5 تا ایده خیلی خوب، 5 تا اپلیکیشن خیلی خوب کاربردی که موجب کسب و کار جدید بشه در واقع. تقلب نکنن آقای شیرکمر. نه اتفاقا این کاملا جزوه‌بازه. جزوه‌بازه. اوپن بوکه. بله اوپن بوک و حتی اینترنت در اختیارشون قرار گذاشتیم، میتونن از به حال اطلاعاتی که از اینترنت هم به دست میارن استفاده کنن. جایزه هم میدین یا همینجوری؟ بله بله اتفاقا جایزه خوبی هم در نظر گرفتیم. برای تیم اول ما 5 میلیون تومان جایزه در نظر گرفتیم، برای تیم دوم 3 میلیون تومان، برای تیم سوم 2 میلیون تومان در نظر گرفتیم. آها چقدر خوب. و بعد اینها رو شما حمایت میکنید که تولید هم بشه دیگه؟ بله قطعاً. گروه های برگزیده در جای مستقر میشن و از حمایت ما برخوردار هستن برای اینکه بتونن تولیداتشون رو در واقع به بازار کار در واقع عرضه کنن. خیلی خوب. آقا برید برسید که ماراتون حسابی داره اونجا. متشکرم. ممنون که خیلی لطف کردین. آدم چون زیاد قبول کنم. ممنون شما. خدا نگهدار. خدا نگهدار. حالتون چطوره؟ آمین. احبا خدا رو شکر. خانم ها و آقایان، مهمان این بار خندوانه کسیه که من خودم به شخص الان خیلی ذوق دارم که ایشون تشریف میارن توی استودیو و یکی از بهترین مجریای تمام این لاغل فکر میکنم 10-12-15 سالیه که من الان تو ذهنم هست در تلویزیون و البته بیشتر، ولی بذار خودش بیاد ببینیم راجب این گپ بزنیم که چند ساله که در اوج داره کار میکنه. ولی همه ما قطعا از دیدن ایشون و شنیدن صداشون یاد مناظره ها میفتیم. دعوت میکنم از مرتضی دری. بفرمایید. سلام. آقایش میگم. سلامت باشین. خیلی ممنون. خیلی خوشحالم که شما رو بغل کردم، اونو به هم زدم. خواهش میکنم. نه خوبه. ذوق داشتم. قربونت برم. سلامت باشین. خیلی خوشحالم که قربون شما. منم خیلی خوشحالم. مهمانان شما هستم. ببینندگان خوب برنامه خندوانه هم سلام میکنم و خیلی ممنون که ما رو دعوت کردین. خیلی خوشحالم که بازم شما. خیلی خوش اومدین. قربونت برم. خیلی چاکرین. خیلی ممنون. سلامت. چقدر هیجان انگیز شما رو اینقدر از نزدیک دیدن. لطف دارین. میتونم یه ذره نزدیکتر شم؟ خواهش می‌کنم. از اینجا نگاه کنم. قربونت برم. سلامت. چاکرین. شما همیشه من لطف دارین. مخلصیم. شما هم همیشه من لطف دارین. شما بزرگوارین. آقا واقعیتش اینه که اصلا سخت جلوی شما نشستن گفتگو کردن. من
اون پشت اومدم به شما گفتم لطفاً هوای ما رو داشته باشین. خیلی واقعی گفتم. به خدا شما هوای ما رو داشته باشین. اختیار دارین. شما اینقدر ماشاءالله حضورتون پر رنگ و قوی و پر انرژیه که اینجا الان شما میزبانید، ما همه مهمانیم. این از لطف شماست. مخلصم. چه خبر دارین؟ چیکار می‌کنین؟ سلامتی، همین کارهای معمول. چیه کار معمولتون؟ چیه؟ خب من گوینده خبر هستم. بله. و برنامه‌های سیاسی و برنامه‌های اقتصادی هم اجرا می‌کنم. بله. این کار تلویزیون هم هست. بیرون از یعنی الان مشهور همه اینا شدیم دوباره بعد از مناظره. بله بله بله. همزمان با مناظره هم داشتیم این برنامه‌ها رو. بله. بله. اونا برنامه‌های روتین بود. بله. مناظرات هم خب بهش اضافه شده بود در کنارش. استراب زیاد داشت مناظره‌ها؟ خوشبختانه نه. دلیلش این بود که اولا ما تمرین زیاد داشتیم برای انجام مناظره‌ها. و تمرین یعنی چی؟ توضیح میدیم به ما بفهمیم. یعنی این که ما قبل از برگزاری مناظره ها تمام دکوپاش های صحنه رو نوشته بودیم، با کارگردان برنامه، با عوامل برنامه اجرا میکردیم و میدونستیم قراره چه اتفاقی بیفته. و خدمت شما عرض کنم که یه مدیریت بسیار واقعا عالی و درجه یک هم توسط معاونت سیمای سازمان، هم توسط معاونت سیاسی سازمان و ستاد در واقع انتخابات آقای آخوندی و ستاد در واقع انتخابات سازمان واقعا انجام شده بود. و خوشبختانه علارغم اینکه صدها نفر واقعا در پشت صحنه برنامه مناظره تلاش میکردن تا اون برنامه اجرا بشه، ما کوچکترین اتفاق استرسا یا تنش‌زایی رو حین اجرای برنامه مطلقا نداشتیم خوشبختانه. و شاید باورتون نشه توی برنامه زنده با اون درجه از حساسیت در هر سه تا برنامه که مجموعاً حدود 10 ساعت برنامه بود با اون درجه از حساسیت، حتی در حد یک بار و یک کلمه کسی از تو گوشی به من چیزی نگفت. چه عالی. و این نبود مگر مدیریت بله مدیریت فوق‌العاده آقای دکتر میرباقری و آقای آخوندی و همکارانشون که در واقع همه چیز رو بیرون استودیو مدیریت میکردن که کار در یه محیط در آرام و خوب اتفاق. چقدر عالی. یه دون از اینه برمیدارین لطفا؟ باریکلا بذارم اینجا. چقدر هم خوب راحت برمیدارین. عالی. منم مثل شما. یکی تذکر داده بود که دو دستی ور ندارین، یه دستی ور دارین. نامزده استراب داشتن؟ ببینید قطعا قرار گرفتن تو اون موقعیت بسیار بسیار حساس و تعیین کننده حتما استرس ها هست برای هر کسی از جمله نامزدهای محترم. اما خب به هر حال همه اینها کسانی هستن که چندین دهه است که در حوزه های ارشد مدیریتی و سیاسی کار کردن و فکر میکنم میتونستن مسلط باشن بر اعصابشون و مسلط باشن بر استرابشون. حتما در درونشون قوقایی بود حتما، ولی خب تو رفتار خیلی نشون نمیدادن. شبی که آقای قاضی زاده اومده بودن که ما یه قرون صدقه هم از اینجا برای شما فرستادیم. بله لطف کردیم. مخلصم. دیدم بله. این بود که گفتن که داشتن از این صحبت میکردن که بعضی وقتا مثلا انرژیشون میافتاده توی اتاق، سطح انرژیشون رو میآوردن بالا، بعد مشاوره در کنارشون حرف میزدن، نمیدونم بحث بوده فلان، به هر حال خیلی جو پیچیده بوده. اینکه شما مثلا به هر حال قطعا با یک نامزد موافقتر بودید، علاقمندتر بودید، با یک نامزد در لحظه ممکن بوده کمتر موافق باشید. طبیعت اینا رو چجوری تو خودتون کنترل میکردید که به هیچ وجه بروز پیدا نکنه؟ تو صداتون طول خیلی هم ظریفه. ببینید فاجعه بارترین اتفاق برای یه مجری اینه که حین مناظره یا در پایان مناظره مخاطبان بفهمن گرایش به کدوم نامزد داره. این تیر خلاص به اون مجری. چون که مجری اونجا نماینده آحاد مردمه که در اونجا نشسته و باید کار حرفه‌ایشو بکنه. یعنی ما نه بر اساس اصول اخلاقی، نه بر اساس اصول حرفه‌ای، نه بر اساس اصول قانونی حق نداریم و اجازه نداریم و نباید به نامزد خاصی گرایشمون رو ابراز بکنیم. ببینید نامزدها وقتی توی مناظره شرکت میکنن در واقع بازاریابی رأیه. بله در واقع اومدن که رأی جمع کنن و علاقمندن که وقتی مناظره تموم میشه
تعداد آرایشون بیشتر از شروع مناظره باشه. بله قطعا. این موقعیت به طور قطع و یقین برای مجری مناظره هم هست. یعنی مجری مناظره یک تصویری در ذهن مخاطبان داره که اگر در پایان مناظره گرایشی به یکی از نامزدها ازش بروز بکنه، اون تصویر حتما خراب میشه. بنابراین اون هم داره به نوعی بازاریابی رأی میکنه در جامعه مخاطبین. بنابراین در پایان مناظره باید بتونه تصویر و تصور بهتری از خودش در ذهن مخاطبین ایجاد بکنه و این در گروه بی‌طرفی مطلق. راجع به این اون شب که آقای قاضی‌زاده اومده بودن صحبت شد، یه دوستی هم اینجا راجع به این گفتش که اون صحنه ای که شما دستتون کردین توی اون ظرف و بعد آوردین بعد انداختین و یکی دیگه برداشتین، خیلی مشکوک بود ایشون به شما که شما یه چیزی شده این اتفاقو کرده. بله خیلی هم این سوالی کردن. خب تو شبکه‌های اجتماعی هم خیلی این پیچید. آره. خیلی سر صدا کرد. ببینید ما اصرار تو لحظه متوجه شدید که قطعا جلب توجه کرد این رفتار؟ راستش فکر نمی کردم اینقدر با... اگه نه همونجا توضیح می دادم. ولی واقعا فکر نمی کردم اینقدر حساسیت برانگیز باشه. واقعیت اینه که من بدون اینکه خب از قبل چنین تصوری داشته باشم، کاری که اونجا کردم منطقی ترین و معقول ترین کاری بود که می شد کرد. ما چون نگاه نمی کردیم داخل اون جام رو، برای اینکه یک در میلیارد کسی احتمال نده که ما مثلا بگیم رو کدوم پاکت مثلا چیزی نوشت. وقتی که بعد پاکت هم خیلی نازکه دیگه، یه کاغذ داخلشه. من پاکت رو که آوردم بیرون، اومدم که درش رو باز کنم، دیدم دوتا پاکت رفته توی هم و خب میتونستم یکشو بردارم یکشو برگردونم هر کار دیگه. دیدم منطقی ترین کار اینه که برگردونم به هم بزنم یکی دیگه بردارم و این کار کردم. منتها به دلیل اینکه خب تو اون شرایط حساسیت ها خیلی خیلی بالاست و افراد ممکنه که با خودشون فکر کنن که اینجا داره تقلبی صورت میگیره و اینها، یه دم خب بعدشون نمیاد که مظلوم نمایی کنن یا دامن بزنن به اینجور چیزها و بالاخره یه رقابت دیگه. حالا این اتفاق افتاد، ولی واقعیت اینه که نه، مطلقاً هیچ چیز خاصی اتفاق نیفتاد، کما اینکه شما تا در پاکت رو باز نکنی، کاغذ رو از داخلش در نیاری، کاغذ رو باز نکنی، امکان نداره شماره رو ببینی. آره. حتی اگه در پاکت رو باز کرده باشی، حتی اگه کاغذ رو بیرون آورده باشی. بنابراین این موضوع از اساس منتفیه. ماجرای بامزه اون پشت اتفاق افتاد برامون تعریف بکنین، یه ذره فضولیامون ارضا بشه. یکی از اونا رو برمیداریم؟ بله لطفا نریزه. نکتهش اینه که بریزه. آبر بریزه. خب نکته قابل ذکری که بخوام بگم خیلی نه، ولی جالبه براتون بگم که ما اینقدر دیگه فکر میکنم شاید یه جاهایش هم حتی دیگه وسواس شاید بود که جوری رفتار کنیم که گرایش به یه نامزد خاص معنا پیدا نکنه. مثلا فرض کنیم نگن که الان چرا با این نامزد اینجوری رفتار شد، با این یکی اینجوری رفتار شد تو پشت صحنه. آره. مثلا من معمولا تا 3-4 دقیقه مونده به شروع مناظره این پشت مشتا خودم رو گم و گور میکردم که با نامزدها روبرو نشم، که حالا با یکیشون گرمتر سلام علیک کنیم، با یکی سردتر سلام علیک کنیم. حتی توی بریک بین مناظره معمولا سعی میکردم سری خارج بشم که با کسی روبرو نشم. توی یکی از این بریک ها داشتم میرفتم که یه چایی بخورم برگردم، دیدم یکی از نامزدها با مشاورشون دارن از روبرو میان. اصلا انقدر دست پاچه شدم رفتم توی راهروی دیگه که روبرو نشم. یعنی در این حد فرار کردیم. آره در این حد که یه وقت این شایبه ها در واقع به وجود نیاد. شاید هم حالا وسواس بیش از حده، یعنی ولی به هر حال تلاش میکردیم که رعایت کنیم که اصل بی‌طرفی رعایت بشه. علی‌رغم همه اونها حالا شما ملاحظه میکنید که در مورد همین قرعه کشی چقدر داستان ایجاد شد. خودتون که نمیدیدید، زنده بود. بعدن نواری میگرفتین تماشا کنیم ببینیم چیکار کردیم؟ طبیعتاً بله، نوار رو نگاه میکردیم. بعضی با حتی بین سه تا مناظره هم با کارگردان برنامه آقای بلوکات و همکاران دیگه‌ای که بودن تمرین میکردیم، اشکالات برنامه‌ها رو دوباره گوش زد میکردیم. بعضی اشکالات مثلا در مورد نور بود، بعضی اشکالات در مورد دکوپاش ها بود، سعی میکردیم اینها رو اصلاح بکنیم. خب یه ذره از مناظره و اون روزا بیاییم بیرون. از کودکیتون یه ذره تعریف کنین،
چجوری گذشته بدون دورترین خاطره‌ای که به ذهنتون میاد مالکیه. اولین خاطره، دورترین خاطره‌ای که به ذهنم میاد برای حدود 2 سالگیم. خب آره، از بالای خواهر برادر چجوری؟ چند تا برادر؟ من یه برادر دارم، 3 تا خواهر. خب و شما چندمی این پنج؟ من چهارمی ام. چهارمی. خب خدمت شما عرض کنم که 2 ساله بودم که از رو تخت افتادم، کلی خون دماغ شدم، یادم میاد این دورترین چیزیه که یادم میاد. آره گریه میکردین؟ خب طبیعتا دیگه، این تصویر که بتونه چجور خون میمد، گریه بعد مادر اومد. آره دیگه، بالاخره اون موقع خیلی چیز بود، یخ میذاشتن که مثلا فرض کنیم بند بیاد، مثلا میگفتن که چه میدونم بینی رو فشار بدیم بگیرین رو به بالا، که الان میگن اصلا این کارو نکنید، بذارید بره چون برمیگرده میره تو معده و اینها. بالاخره ولی اصلا چه جوری بود کودکیتون؟ من 4 سالم که بود به سبک بچه‌های خیلی قدیمی تر میرفتم مکتب خونه. ما تو محله قدیممون یه فردی بود، محله قدیم ما سرهازر. خب سرازری؟ بله. خب بله، یه فردی بود در محله ما، خدا رحمتش کنه، به نام میرزا لطفعلی، معلم قرآن بود. مکتب خونه داشت به سبک مکتب خونه های مثلا 100 سال پیش. خب. آره. بعد اونجا یک جزوه هایی بود اون موقع بهش میگفتن عمه جز، برای آموزش قرآن. الان خب دیگه نیست. فوق العاده هم روش آموزش عالی بود برای عربی و قرآن. الان شما میبینید بچه‌ها مثلا دیپلم میگیرن، از اول راهنمایی تا دیپلم عربی دارن میخونن، اما شما یه خط قرآن بذارین جلوش نمیتونن بخونن. ولی اون عمه جزو اگه کسی بخونه خیلی راحت میتونه قرآن رو بدون غلط بخونه. من 4 سالگی میرفتم پیش این میرزا لطفعلی مرحوم و پیشش عمه جز میخوندم، بعد یاد گرفته بودم که قرآن بخونم. من 5 سالم چه بچه که هنوز سواد یاد نگرفته، من 5 سالم بود قرآن رو بدون غلط از اول تا آخر واقعا میخوندم. نه بابا، بله بله خیلی. و اونجا هر هفتم نوبت نوبتی، چون نمازم به همون یاد میداد این آقای میرزا لطفعلی مرحوم، با اینکه همه بچه بودن و حالا البته تو سنین مختلف دیگه، من کوچولو بودم ولی بچه مدرسه ای هم اینا با همون بودن، نوبتی پیش نماز هم وای میستادیم. من اولین بار 6 سالگی پیش نماز وایستادم. یعنی من زمانی که مدرسه رفتم خیلی خنددار بود برام این مثلا خط کشیدن ها، مثلا آب بابا. من کتاب 5 ابتدایی رو هم میتونستم حتی بخونم، کلاس اول. همش هم مرهون این به اصطلاح آموزش مکتب خونه و عمه جوزی بود که اونجا یاد گرفته بود. شما فیزیوتراپی خوندین؟ بله. و کارم میکنین؟ من خیلی سال کار میکردم، توی بیمارستان کار میکردم، کلینیک هم داشتم. الان یه چند سالیه که دیگه کار نمیکنم. کلینیک هم داشتین؟ کلینیک هم داشتم، بله. بله. چقدر جالب. من یه چیز اینجا دکتر اگه دندون پیدا کنه اینجوری. و چجوری اون وقت این دوتا حرفه کاملا مجزا از هم دیگه و اینقدر مختلف رو مدیریت میکنین؟ میکردین؟ من واقعا حالا این که میگی از دوران بچگی، عموما حالا شما به هر کدوم از همکارای مجری و گوینده بگیم، میگن ما از بچگی علاقه داشتیم. آره. و این خیلی بابه. ولی واقعا در مورد من اینجوری بود. یعنی من بچه که بودم، برخلاف حالا بچهای دیگه که خیلی برنامه کودک و اینو دوست داشتن، من خیلی اخبار نگاه می‌کردم. نمیدونم، برنامه کودک هم نگاه می‌کردم، یعنی هنوزم نگاه، من هنوزم مثلا تام و جری، من کارتون انجی نگاه می‌کنم. ولی اخبارو خیلی دوست داشتم، از بچگی خیلی دوست داشتم و گاهی مثلا روزنامه می‌گرفتم با 2-3 تا از بچهای همسن و سالمون میشوندمشون رو پله و براشون اخبار می‌خوندم از روی روزنامه. آره خیلی دوست داشتم. ولی خب شوخی نمی‌کردم یه روزی گوینده خبر بشم و اینها. همیشه هم دوست داشتم که بیام تلویزیون، ولی بچه جدی بوده نه. ولی خب می‌دونی تلویزیون اومدن خیلی سخته، یعنی شما اصلا نمیتونی که بری، تا آشنا نداشته باشی اصلا در تلویزیون نمیتونی بری تو. با آقای بویک میرزایی همسایه دیوار به دیوار ما بودن. آره، یعنی قبل از اینکه اصلا من و ایشون به دنیا بیایم، پدر مادرای ما با هم همسایه بودن. بعد راهنمایی بودم، یه روز از ایشون خواهش کردم، گفتم که میشه من یه بار ببری تلویزیون؟ گفت آره. بعد یه روز به من گفتش که فردا من شما رو آفیش کردم. بیا گفتم آفیش یعنی چی؟ نمیدونستم. خب اولین بار بود این کلمه رو میشنیدم. اون موقع یه روز رفتم سر ضبط یکی از برنامه‌هاشون، تو همین استودیو 11 که مناظره ها پخش میشد، اینجا دکورش بود، یه در واقع تله تئاتر ضبط میکردن.
مرحوم حسین پناهی کارگردان بود. بله، آقای بویک میرزایی هم بازی میکردن تو این کار. دیگه اون شد، بعد از اون دیگه هیچ وقت نتونستم بیام سمت تلویزیون تا اینکه سال 74 خیلی اتفاقی تو مجله سروش دیدم آگهی گوینده خبر هست، پر کردم فرستادم و دیگه با همون یه روزی ما رو زنگ زدن و خواستن. و چند سالتون بود؟ اون موقع سال 74 من 26 سالم. بله. یه سری شوخی برای شما یه سری شوخی جوک توی فضای مجازی تو روزای مناظره ها مردم و یه سری شوخ طبع با مزه ساختن، اصولا که استادن یه عده در این، یعنی در جا دق ساخته میشه میاد بیرون. بخونم براتون چند تاشو. میگه که به حیدری گفتن هر جا دیدی جو متشنج شد بگو خب یک دو سه بگید بریم بیاییم. بعدیش اینه که حیدری بعد یه دون از این مرغ عشقا میذاش رو دستش، اون فقط سوالا رو برمیداشت. اون برمیداشت. مرتضی حیدری پشت چراغ قرمز که هست تا تایمر میرسه به 10 ثانیه شروع میکنن به گاز دادن، با خودش میگه بله خیلی ممنون. میگه انصافا اونا اسمش تونگه، چرا حیدری بهشون میگه جام. مرتضی حیدری از اوناست که تو گروه های حالا مثلا گروه های اینترنتی اینا هم پیام میده فقط سین میشه، بقیه بی تفاوت حرف خودشونو میزنن. چرا به خاطر اینکه شما توی منازعه توی گفتگو اونها ورود میکردن، اونها سعی میکردن نشیده بگیرن حرف خودشونو بزنن ادامه بدن. البته خیلیاشون هم سری رعایت میکردن و بلافاصله قطع میکردن جملهشون رو یا جمع بله میکردن. ببینید حالا اینکه چرا خیلیا مستقیم به سوالا جواب نمیدادن یا مثلا حرفای خودشونو میزدن، طبیعتاً یه دنیا حرف داشتن برای گفتن و اهم و فل اهم میکردن، اولویت دار بود که چه موضوعاتی رو مطرح بکنن. در مورد زمان هم خب طبیعیه که دوست دارن از حد اکثر زمان ممکن استفاده بکنن و ما مجبور بودیم بریم تو حرفشون و حرفشون رو قطع بکنیم. هم برای ما سخت بود هم برای اونا، ولی بالاخره به تفاهم میرسیدیم. جوک تا حالا تعریف کردین؟ خیلی بلد نیستم. خیلی بلد نیستیم. نه. یعنی جوک رو خراب میکنیم اگه بگیم. آره. آره. ولی به جوک میخندیم. آره. خیلی. نه بابا. فیلم کمدی مثلا نگاه میکنیم. آره. بعد میخندیم باش. آره. ما برخلاف این که قیافه های جدی داریم توی برنامه هامون که در واقع جزو الزامات برنامه های جدی و خبری هست، ولی خب ما مثل بقیه مردم هیچ فرق نمیکنه، ولی تو اون چارچوب طبیعتاً جنس کار یه جنسیه. توضیح کافی درست بود، مثل بقیه ما هم میخندیم. آشپزیتون چطوره؟ اصلا بلد نیست. اصلا هیچی؟ هیچی. یعنی اگه براتون غذا درست نکنن، مغازه بیرون فروشگاه تعطیل باشن، شما گشنگی میکشید؟ یعنی من واقعا تو خونه اگه غذا وجودم داشته باشه اما گرم نشه نیاد، نمیتونم بخورم. یعنی حتما آره. این به خاطر عجب. و جورابتونه وقت مثلا بخوایم بدوزیم؟ اصلا زیر بغل. اصلا مثل پزشکا اینجوری لباس میپوشی میای میشینی اجرا میکنی؟ آره. برنامه تو میسازی؟ آره. چیکار میکنی؟ کار فنی من خیلی عاجزم، اصلا بلد نیستم. آها. کار دست به آچاری اینا هم اصلا؟ اصلا. نه میخنده، نه میخنده، نه جوک بلده بگه، نه کار فنی بلده بکنه، نه آشپزی میکنه. جاربرقی؟ اصلا. ظرف شستن؟ هیچ وقت. جا تو مرتب میکنی از خواد پا میشی؟ واقعا نه. آقای حیدری در زندگی جورابتو شستی؟ باور کنیم نه. وای چه مردیه واقعا، قابل افتخاره. نه
ما مرد بعد ازش یاد میگیریم. من ظرف میشورم، جارو برقی میزنم، خیلی کارا میکنم. من خیلی از اون مردای چیزم، باعث خجالت مرتضی حیدری هم. نه شاید واقعا دلیلش اینه که مادرم خیلی خیلی حتما. بیش از اندازه به من سرویس داده واقعا حتما. یعنی آره. هیچ وقت هرگز اجازه نداده من دست به سیاه‌سفید بزنم. من راجع بقیه بچه هم همین رفتار کردن. یعنی راجع بقیه پسرا نه پسر که یه برادر، یه برادر راجع به ایشون هم همین رفتار شده. حالا شاید در مورد من یه خورده بیشتر فکر میکنم، شاید یه خورده بیشتر. چرا شما چرا عزیز دردونه بودیم؟ عزیز دردونه نه، من تا 9 سالگی تحت‌آغاری بودم، خیلی سرویس میگرفتم. آوا ستای قبل دختر بودن. دختر بودن، برادرم هم که از من بزرگتره اونم بود، ولی من تحت‌آغاری بودم. آره. تا 9 سالگی. آره 9 سالم که بود خدا به ما یه خواهری داد. ما از تحت‌آغاری در اومدیم ولی روحیش مونده احتمالاً دیگه. آره. چه باحال. هیچی دیگه سوالی ندارم. و بریم بیایم گپمون ادامه بدیم. یه دونه از اینا لطفاً جابجا کنید. حتما. این دفعه بکنم بریزه. نه نه. خیلی بی‌محابا برمی‌داره نه؟ غارت برمی‌داره. غارت هم می‌ذاره اون بالا. منم یه دونه از ایشو بردارم. بد اخلاقی می‌کنی؟ نه. من تقریباً عصبانی نمیشم. تقریبا عصبانی نمیشی؟ هیچ وقت. خیلی به ندرت. این تشویق داره بابا. به خدا. خب واقعا اگه بخوام بشمارم شاید در مجموع عمرم 10 بار عصبانی نشدم. آفرین. خب این عالیه. آره خیلی روحیه مسالمت بالا نمیره. دارم اصلا. داد بزنی. اصلا. حرفای تند بزنی. ابدا. من تا حالا نه با کسی. زبونت نیش داره؟ اصلا. اصلا معمولا آره معمولا ماشاءالله والله به خدا. خب معمولا هم اگه کسی چیزی بگه نشنیده میگیرم از کنارش رد میشم. تو رانندگی تو خیابون اینا هرسی هیچ وقت نه 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 چقدر منطقی. آفرین. آقا بفرمایید 1 2 3 بریم بیا. بله بفرمایید چی باید بگم؟ 1 2 3 رو بگم. من 1 2 3 رو. 1 2 3 بریم بیا. مرتضی حیدری مهمان خندبانان و من خیلی خوشحالم از حضورشون. آقا یه منم خوشحالم. بفرمایید خواهش می‌کنم. منم خوشحالم. فکر کنم شما تا اینا رو نریزین ول نمی‌کنید احتمالاً. تبریک میگم بهتون. مرسی. چیزین اصولاً جسورین در تصمیم گیریاتون؟ آره. آره. هیچ وقت مردد نیستم. آره. معمولاً چجوری اینو چجوری تربیتش میکنین؟ چجوری چیکار میکنین؟ تمرینش چیه؟ وقتی توی موقعیتی قرار میگیرم که باید تصمیم بگیرم، واقعاً تصمیم میگیرم، چون میدونید تصمیم نگرفتن خودش یه جور تصمیم گرفتنه. وقتی شما تصمیم نمیگیری اجازه میدی شرایط خودش رو به شما تحمیل بکنه. تو علم مدیریت هم این خیلی معروفه دیگه. بالاخره یه مدیر وقتی 2 تا 3 تا گزینه داره برای تصمیم گیری، کنار اینا همیشه یه گزینه هست که اگه تصمیم نگیره چه اتفاقی میفته. خب بنابراین تصمیم نگرفتن هم یه جور تصمیم گرفتن. بدترین تصمیم هم اینه که تصمیم نگیری. وقتی تصمیم نمیگیری و اون شرایطشه که خودش رو به شما تحمیل میکنه. پس بهتره که تصمیم بگیری. حتما بهتره که تصمیم بگیری. ولی وقتی به قول معروف به انتها رسید، همیشه باید فکر کنی که این بهترین تصمیمی بوده که گرفتی. چرا؟ به خاطر اینکه
درسته شما رتروگرید برمیگردی به عقب میگی اگه این کارو کرده بودم، آره. ولی شما که نمیتونی برگردی، اون موقع هم که نمیدونستی در آینده چی میشه. پس با جمیع جهات اون موقع این بهترین تصمیم بوده، باید تصمیم بگیریم و بهتره که آدم خودشو سرزنش نکنه. بله بله. و باز تو علم روانشناسی میگن که عالی دشمن خوبه، یعنی اگه شما همیشه به دنبال عالی باشی خوبها رو هم از دست میدی. بنابراین اگه یه چیزی خوبه باید تصمیم بگیری، این که وایسی اون عالیه بیاد اون ممکنه هیچ وقت نیاد و شما خوبها رو هم از دست بدی. چه چیزی باحالی؟ نه؟ به یعنی خوب رو هم باید انتخاب بکنیم، حالا واستیم تا عالی بیاد. چه خوب. ممنونم از این درسی که به من دادید. اختیار داری. شما در طول این سالها خب گفتگوی خبری گفتگوی ویژه خبری. گفتگوی ویژه خبری. چند سال طول کشید؟ 7 سال. ما آبان 78 گفتگوی ویژه خبری رو راه اندازی کردیم که هنوزم ادامه داره. و من 7 سال و نیم به تنهایی این برنامه رو اجرا می‌کردم. هر شب. حتی عیدها، روزهای تعطیل، چون ما جمعه ها برنامه‌مون تعطیل نبود. و برنامه زنده بود. برنامه زنده بود. سفر اینا هیچ جا نمی‌رفتم. من 7 سال و نیم نه سفر رفتم، نه مهمونی رفتم، نه غذا هیچ... گرم کردیم. هیچ کدوم. نه جوراب شستیم. هیچ کدوم. من دقیقاً 11 صبح میرفتم اداره تا 12 شب که گفتگو تمام میشد. 7 سال و نیم. 3 سال از این 7 سال و نیم از 12 شب باز میموندم تو سازمان تا 6 صبح، چون سردبیر خبر جامعه جمع بودم که برای ایرانی خارج از کشور پخش میشد. هم خبراشو مینوشتم هم خودم میخوندم. ساعت 6 تا 6 و نیم صبح، 6 و نیم صبح میرفتم خونه، 7 7 و نیم میرسیدم، 10 دوباره برمیگشتم که سازمان باشم. بعضی روزا هم نمیرفتم به خاطر اینکه ارزش رفتن نداشت. راست میگی. مگه میشه این هم آدم کار کنه نخوابه و بتونم جو ادامه دیگه پیش اومد. و واقعا الان دارم به خودم فکر میکنم که شاید اگر بعد 7 سال و نیم هم همچنان به من اجازه میدادن شاید تا الانم ادامه داشت. ولی به هر حال شرایط به گونه ای شد که روزای تعطیل گفتگو تعطیل شد. اون موقع عین 365 شب سال ما برنامه داشتیم، یعنی یه چیزی حدود نزدیک 2500 شب بدون یک شب توقف. من خواهش میکنم تشکر کنید. خیلی خیلی عدد بزرگیه، خیلی عدد بزرگیه. از یه طرف تشویق داره، از یه طرف تشویق نداره. آره چون آره. شما به زندگی نپرداختی. اصلا همین شده که انقدر دیر ازدواج کردی. برون شکلت دارم شاید که دلیلش آره. این بوده شد اصلا وقت نمی کرده به ازدواج فکر کنه. آره یه شب آقای قرائتی مهمون برنامه ما بودن، آخر شب به من گفتش که آقای حیدری تو چرا ازدواج نمی کنی؟ بالاخره گفتم که والله حاج آقا من دیگه هر شب تو ساعت گفت تو هر شب. اون موقع مثلا شاید 6 سال بود من گفتگو رو داشتم. گفتش که یعنی تو هر شب؟ گفت بودم گفت هم روزای تعطیل بودم. گفت همون نکن برو. تبریک میگم که ازدواج کردی. چند وقت ازدواج کردی؟ 3 سال و نیم. خیلی تبریک میگم. سلامت باش. و الان بله دیگه ایشون هم همون رفتاری که مادر با شما میکردن و آره ادامه دارن میدن و من از این جهت و از خیلی جهات خیلی شانس آوردم. خانومم واقعا همون سرویس هایی آشپزیشون چطوره؟ خیلی خوبه. عالی. خیلی. اگه الان بخواین یه جمله ای رو بهشون بگین مستقیم به همسر از اینکه ایشون رو انتخاب کردم و تصمیم گرفتم و اینکه ایشون من خطاب به خودش آره. بگم حالا من البته نمیدونم این برنامه کی پخش میشه، ولی الان که داریم اینجا با هم صحبت میکنیم این برنامه رو ضبط میکنیم روز تولدشونه، تولدش رو بهش تبریک میگم. تولدتون مبارک خانم. خیلی ممنون. چقدر عالی. چیز کردین؟ طراحی های به خصوصی انجام دادین؟ یه کاری بکنین؟ غافلگیری؟ هدیه ای چیزی؟ اصلا من تو این چیزا فاجعه هم بکنم. دست بردار ولم کن مگه میشه؟ چقدرم راحت همه رو بگه نه؟ من اصلا هدیه هیچ را. من چرا باید هدیه بگیرم؟ راست میگی؟ خیلی فاجعه هم تو این چیزا. یعنی مرتضی جان همسرته هدیه نگرفتی براش؟ باور کن نه.
میخوای ما بریم بگیریم ببریم بدیم؟ اگه سخته ببریم میزیم دم در. خیلی من توی این چیزا واقعا فاجعه هم. شاید اگه چیزی بخوام اینجا بهش بگم واقعا باید ازش عذرخواهی کنم، یعنی نه تولد بکن این کارو، خواهش میکنم عذرخواهی کنم، نه سالگرد ازدواج، واقعا وقتشه جمع بزنی. 10 بار شده توی این 3 سال و نیم از این مناسبت هایی که هست روتینه. اولا که همه رو یادم رفته، یعنی اینم زوده. آره اینم زوده. زوده آره. البته تو چیز کردی تکلیف خود روشن کردی، ایشون پذیرفته همه رو. آره خوشبخت بمیرم چه میکشن. خب ولی ایشون به موقع به شما هدیه میدن، سالگرد ازدواج آره. تبریک میدن. آره. میگن هدیه تولد فلان اینا. آره. مثلا با اینکه تولد من 4 فروردینه تو تعطیلات عیده، ولی همیشه ایشون همه هم هدیه میگیره، هم کیک. آره آره تشویق تبریک. آره. تو رو خدا امسال یه کاری بکن دیگه، الان که یادت نمیدونی خواهش بکنم یه کاری بکن، یه گل بگیر ببر. گلم نمیگیری؟ خیلی کم پیش میاد، باور کن یادم میره به خدا. چه کار یادم گل بگیره؟ این نونور بازی هست. خودش گل بگیره بذاره توی گلدون بذاره جلوش. عجب چه مرده واقعا. بچه پسرای کوچکتر گوشاتونو بگیرین، اینا اصلا اینا بد آموزی داره ها. نه نه اینا که نشونه حالا به قول معروف اقتدار و این حرفا نیست، نشونه تو کم هوشیه. نه نه تو کم هوش نیستی. نه تو کم هوش نیستی، تو خیلی باهوشی. خیلی خیلی باهوش. میدونی چیه؟ تو یک اینجوری تعبیر کنم، تو خیلی دوست داشتنی هستی و هوشمندی. از این موقعیتت بهره مند میشی، بهره برداری میکنی. آره آره. ببین تو اینجوری که تو ناز و قشنگ و دوست داشتی، از این مدل هست که آدم دوست داره قربونت بره برات یه کاری انجام بده و اینا. هم همینجوری ملی میشینی آروم، قضا میدن، هدیه میارن، جوراب میشورن، تمیز میکنن، فلان اینا، همینجوری ناز و قشنگی تو، مهربون، صدات هم آروم و اینا. آره من آره. هیچ وقت صدام اصلا بالا نمیره، اصلا دست خودم هم نیست، اصلا نه اصلا بیا و صدات هم بالا بره. صدات بالا میرفت واقعا باید شکایت میکرد، میمد صدات هم میبرده واقعا. من شکایت میکردم اصلا. عجب. تو این مدت دوست داشتی با کی مصاحبه کنی و نکردی؟ دلت میخواد با کی بشینی گفتگو کنی؟ از آدم هایی که در دستبندی حرفه تو قرار میگیرن؟ من تو ایران خب تقریبا تو سیاسیون و توی مقامات کسی نیست که تا حالا باش مصاحبه نکرده باشم. بله خدمت شما عرض کنم که تو خارج از ایران خب خیلی ها رو دوست داشتم مصاحبه کنم، ولی خب نشد، و ولی جزو برنامه هام هست، جزو اولویات هم هست. این برنامه رو داری که این کار رو کنی؟ بله بله. من یه طرحی دارم که اگه انشالله بتونم اینو اجرایی بکنم تو 2 حوزه است. یکی میخوام با 100 تا کارآفرین بزرگ دنیا، یعنی در واقع 100 نفر اول دنیا برم مصاحبه بگیرم و خاطرات زندگیشون و رموز موفقیتشون رو. چه چیز فوق‌العاده‌ای. آره. چون این کارو تو ایران کردم. کتابش کنی نه؟ نه مصاحبه تلویزیونی بگیرم. آها اینا ویدیو باشه. بله بله. هر موقع بخوام برم سراغش. آره تو ایران با بیش از 120 نفر از کسانی که به حال تو اشل اقتصاد ایران کارآفرینای موفق بودن مصاحبه کردم. تقریبا همشون رموز موفقیتشون شبیه همه چیه؟ تلاش و پشتکار و داشتن افق، ویژن. آقا این خیلی نکته مهمی، توجه کنید تو رو خدا. بله ببینید تلاش و پشتکار و داشتن افق. آره. هدف این که وقتی شما توی موقعیتی هستین که اون موقعیت خیلی موقعیت بدیه از هر جهت، شما تو اون موقعیت بتونید به یه موقعیتی که براتون ایدئاله فکر بکنید، خودتون رو تو اون شرایط ترسیم بکنید و بعد تلاش کنید که به اون برسید علارغم همه سختی ها. خیلی از ماها اگه الان از همون سوال بکنن که 10 سال دیگه قراره کجا باشیم،
از جهت محل زندگی، موقعیت تحصیلی، موقعیت اجتماعی، میزان دارایی، نوع خانواده، ممکنه هیچ تصویر خاصی نداشته باشیم. خب وقتی تصویر خاصی نداریم، صبحمون میشه شب، شبمون میشه صبح. در واقع حوادثن که ما رو با خودشون جلو میبرن. ما نیستیم که حوادث رو مدیریت میکنیم. شما دیدید خیلی از مدیران، حتی مدیران رده بالا، این کارتابل ها و ارباب رجوع و منشی هاشونن که مدیریتشون میکنن. یعنی صبح میرن تو دفتر کارشون بر مبنای اینکه منشی کدوم تلفن رو وصل کنه یا نکنه، کدوم کارتابل رو ببره یا نبره، ارباب رجوع کی باشه یا نباشه، میشه شب و از ادارهشون میرن یا از شرکتشون میرن. اما کسایی که تحول آفرینن، کسانی که موفقن، اونهایی هن که اونها شرایط رو مدیریت میکنن. اصولا ما خیلی بیش از اون که در واقع وضعیتمون محصول کنش های ما باشه، موقعیتی که توش قرار داریم محصول واکنش هایی که به اتفاقات محیطی میدیم. این خیلی نکته مهمیه. خیلی. یعنی دور و بر ما آدم ها پر از وقایع و اتفاقاته. این که ما به کدوم اونها هیچ اهمیتی ندیم، این که با کدومشون چه اهمیتی بدیم و چه واکنشی نشون بدیم، ما رو تو اون موقعیتی قرار میده که هستیم. این کجا اتفاق میفته؟ اونجایی که ما ویژن داشته باشیم، افق داشته باشیم. به همین دلیله که رمز موفقیت همه اینهایی که من باشون مصاحبه کردم اینه که همشون یک افق مشخصی رو در زندگیشون داشتن و به دنبال اون افق رفتن، زمین خوردن، شکست خوردن، ورشکست شدن، مشکل پیدا کردن، اما موفق شدن. تقریبا این الگو تو دنیا هم هست. به همین خاطر من لیستشون هم درآوردم، اینها رو، 100 تا کارآفرین موفق دنیا رو، که برم باهاشون مصاحبه بگیرم، جمعش بکنم و انشالله توی چیزی پخش بکنم. تو مصاحبه با سیاسیون هم خب سراغ خیلی ها رفتم، یه تعدادش شده، یه تعدادش نشده. شده یعنی چی؟ مثلا انجام دادم مصاحبه هایی که مثلا من رفتم سوریه با آقای بشار اسد مصاحبه کردم. خب رفتم خدمت شما عرض کنم که با آقای سید حسن نصرالله تو لبنان رفتم مصاحبه اختصاصی گرفتم. رفتم مصر، پخش شده. خب بله رفتم مصر با آقای مرسی. الان بخوایم بریم سراغشون کجا داریم پیداشون بکنیم؟ تو آرشیو سازمان هست و یا توی توی فضای اینترنتی هست. بله هست. بله هست. خب رفتم مصر با آقای مرسی مصاحبه بگیرم که الان تو زندانه. حالا به یه دلیلی چند ساعت دیر رسیدم، ولی چون که اصلا توی فرودگاه قاهره پاسپورت ما رو به رسمیت نمیشناختن، چون اصلا به ایرانی‌ها ویزا نمیدن برای رفتن به مصر. تا هماهنگ بشه برم، اون زمان مصاحبه گذشت، 10 روزم موندم دیگه نشد که بگیرم. رفتم امریکا با آقای اوباما مصاحبه بگیرم، تقریبا وقت مصاحبه‌رم گرفتم قطعی شده بود، حالا به دلایلی نشد که خیلی نمیشه اینجا راجبش صحبت کرد. و خیلی جاهای دیگه، حالا به هر حال اینا دیگه مقطعیه، ولی اون چیزی که قطعیه و فکر میکنم حتما ان شاءالله بتونم انجام بدم، مصاحبه با 100 کارآفرین برتر بزرگ دنیا. آره سیاسیون هم حالا به تناسب ان شاءالله عمری باقی باشه. عالیه. این یه سوالی به یه چیز دغدغه ذهنی من رو شما لطفاً جواب بدید. ما بیکار زیاد داریم تو مملکتمون. چیزی که من از صحبت‌های تو الان دریافت می‌کنم، نمی‌خوام ترجمهش بکنم ولی اگر ترجمه کردم بگو نظرت رو، این که بخشی از این ناامیدی خودمونی، بخشی از این بیکاری هم خودمونی. آیا بله؟ اصلا به نظر من همش. مرسی. ببینید مرسی. من برای شما ممنونم. من داشتم سعی میکردم یه ذره محتاطانه بود کنم بهش. ببینید ممکنه خیلی ها از این حرف من ناراحت بشن، ممکنه خیلی ها بهشون بر بخوره. ببینید در این که دولت مسئولیت داره زمینه های اشتغال مردم به خصوص جوانان و تحصیل کرده ها رو فراهم بکنه اصلا بحثی نیست. بس. اما هر چند میلیون بیکاری که ما تو ایران داریم، مقصر اول و آخرش از نظر من شخص خودشونه. تو همین بازار، تو همین بازار من کارآفرینایی رو میشناسم که در به در دنبال افرادی میگردن که
اول از همه مسئولیت پذیر باشن، دوم این که حال کار کردن داشته باشن. نیست، واقعا نیست. خیلی درست میگی، واقعا نیست. ممکنه خیلی این حرف بهشون بر بخوره، ولی بر میخوره قطعا. آره، من مطمئنم همین الان خیلی ها دارن میگن که برو بابا. ببینید این نافیه، چی داری میگی؟ این نافیه مسئولیت مقامات نیست. اونها باید کار... من سالها پیش با رئیس حج و زیارت مصاحبه میکردم، بعد یه سری اشکالات حج و هی میگفتم، میگفتم مثلا اتوبوس اینجوری، هتل اینجوری، اینا. برگشت من گفت ببین آقای حیدری، کسی که داره میره مکه که نمیره سفر سیاحتی، که اونجا سختی داره، همین سختی ها لذت خانه خداست. گفتم اجازه بدین، تو وظیفت اینه که هتل خوب، مسافرت خوب، اینا رو همه رو درست کنی. اون مربوط میشه به خود زائر، شما بنابراین جای زائر تصمیم بگیر. الان هم دارم اینو میگم، دولت حق نداره بگه که همه برن خودشون کار پیدا کنن. دولت باید زمینهاش فراهم کنه. اما هر چند میلیون بیکار که ما تو ایران داریم، اگر مسئولیت پذیر باشن، حال کار کردن داشته باشن، اراده داشته باشن، حتما کار هست با درآمدهای خیلی بالا. خیلی موافقم، خیلی موافقم. انقدر کار وجود داره. بله، انقدر کار وجود داره که اصلا شک نکن. آره، یه نفر میتونه 10 تا کار انجام بده. اصلا شک نکن. آره. اصلا شک نکن. آره، بیکاری تقصیر خودمون. بله، شک نکن. خیلی خوب. خیلی ممنونم ازت. خیلی خیلی خوشحالم که اینجای ممنونم. ببخشید که بعد به جایی هم برسیم. نه، خواهش میکنم. خیلی خوشحال شدم که قربونت برم. منم خیلی خوشحالم. شما بعد یه قول بدین به ما که بیرون از اینجا چی کار میکنین. یک نفر تا چند نفر خوشحال بشن. دو، باید 15 ثانیه لبخند بزنید به تماشاچی در منزل، رأی جمع کنید. رأی جمع کنید. جمع. اول کدوم انجام میدین؟ میخواین اول قول رو بدم؟ اول قول بدم. قول میدم که چند نفر باید قول بدم؟ یه نفر تا چند نفر؟ یه نفر تا چند نفر؟ قول میدم که مثلا 10 نفر که دوست دارم بیان خندوانه، خیلی وقت تو نوبتن پارتی بازی کنم، از رامبد خواهش کنم که اینا زودتر بیان خندوانه. خوشحال میشن دیگه. خیلی گفتم باهوشه. دیدی اون کاری هم که بعد کار انجام بدن انداخت گردن من. من بعد میگم چش 10 نفر گفت باش بهم یه جوری پیدا میکنم. اونم انداخت گردن من. تو رو خدا یه وقت به تو فشار نیاد. مرتضی تو رو خدا، یعنی واقعا مسئولی در برابر همه ما. یه ذره فشار تحمل کنی زیادی به خدا میریزیم به همه ما. چش از وجدان بگی. نه ولی حالا گذشته از شوخی، این کاری که میکنم، این کار از من میکنم. ولی من چون خودم خیلی بدبختی کشیدم برای اینکه برم تلویزیون. آها. از بچگی آرزو داشتم. آره. پارتی تراشی هر خیلی نشد آخر. آره. سرم حالا با آزمون رفتم و اینا. اگه کسانی علاقه من بودن به رامبد یا برنامه خندوانه گفتن و واقعا هم استعداد داشته باشن، حاضرم هر کمکی از دستم برمیاد بکنم. اگه خواستن مجری بشن، گوینده بشن، کمک تو کنم. کمکشون میکنی؟ آره. چند نفر؟ 5 نفر. 5 نفر. 5. حالا شما چه چونه ای میزنی حالا؟ الان چه فرق میکنه؟ حالا که تو میخوای باشی جزشو بیا بردو. شما معرفی کنین، من هر کاری از دستم بر بیاد براشون. چقدر عالی. کسی تو شما هست بخواد گوینده خبر بشه؟ یک دو سه چهار پنج، همین 5 نفر وردار برو. تو چی اینو گذاشتی اینجا؟ من افتاد اومدم بذارم نتونستم. الان درسته؟ نه سب کن. دیدی میکروفون آورد اینجاش. میکروفون به جای صدا چشمشو چشم. الان تموم میشه. خب خیش آماده این 15 سنی بشمارین براتون. شما لبخند میزنید، رای جمع میکنید. آماده؟ 1 2 3 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1. خیلی دوست داشتنی هستی تو. واقعا واقعا ممنونم که اومدی. خیلی سپاسگزارم. من اجازه میخوام، خواهش میکنم بفرمایید. خواهش میکنم. من اجازه میخوام چند تا هدیه به تقدیمتون بکنم. خیلی ممنون. مخلصم. خیلی ببخشید. جوانهای خیلی باحالی
با عنوان یک مجموعه به اسم صبح رویش، مدرسه برای بچه های کار راه اندازی کردن. بچه های کار میرن اونجا درس میخونن، کودکی آفه. میکنن، کتاب قصه برشون خوندن، خیلی چیزای باحال، خیلی خیلی کار باحال، مهارت بهشون یاد میدن. این قرار بر این شد بین اونها و ما که مهمونهای ما که تشریف میارن، هر کدوم مهمونامون باعث این بشن که یک کودک کار بره اونجا درس بخونه. شما یک کودک کاری که دیدین که به نظرتون اومد این خودشه که باید این کارو بکنین، البته همشون باید این اتفاق بیفته. بله. دونه دونه شما اسم خودتون اینجا مینویسین، یه امضا اینجا میکنین، اینو میدید به او. یه تلفن ازش میگیرین و اینجا مینویسین، میدین به ما. و ما اینو میدیم به اون بچه‌های تیم خیلی باحال صبح رویش، اونا پیگیری میکنن و تلفن اون بچه هم دارن، پیگیری میکنن که این بچه بره اونجا رایگان درس بخونه. این تقدیم به شما. عالی. بله حتما حتما. متشکرم. حتما این کارو میکنم. مخلصم. دو تخم مرغ در مه از شهرام شکیبا، طنزهای سینمایی. بله. تقدیم بهش. خیلی کتاب. خیلی مخلصم. هدیه حامی برنامه‌مون، تقدیم به شما. خیلی متشکرم. مخلصم. و لوحمون که خیلی برامون عزیزه. بله. و با عشق فراوون تقدیم شما میکنیم. خیلی مخلصم. قربونت برم. شما لطفا در کنار بقیه افتخارات بذارید. خیلی ممنون. احساس تنهایی نکنید. همین که اومدم به برنامه شما جزو مهمترین افتخارات زندگیمه. خواهم که از عزیزترین دوستان ایران بود. خیلی خوشحالم. قربونت برم. شما سلامت باشید. قربونت برم. خیلی اومد بیا جلو، اول اون بعد تو، یه خورده میری عقب. آها حالا موسیقیشو بریم 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 آقا بجنبید، برم کنید، خیلی وقت کمه به خدا. بیاد بگو بیان بچه های فور برقیه برم بیرون. چشمتونو خون گرفته؟ یه بیخوابی مفرط توی اوایل ماه مبارک رمضانه که طبیعی هم هست. من همیشه تو ماه رمضان یه خورده سرم شلوغ میشه. سحر برنامه شبکه دو رو دارم. غروبم اینجا نمایش داری؟ بله، قبل از افطار ساعت 6 اجرا شروع میشه تا تقریبا 7:25. از کی تا کی؟ تا آخر خرداد ادامه داره دیگه، شروع شده در واقع اجراها و تا 31 خرداد انشالله. ایلیا نام عبری امیرالمؤمنین علی علیه السلام هست. یکی از این یهودی ها مسلمون میشه و اتفاقاتی که برای این فرد و ارتباطش با علی و تأثیرات دین اسلام و در واقع تبلور دین اسلام امیرالمؤمنان علی علیه السلام بر او و بقیه یهودی هست. ما 24 سال هست که داریم به صورت نظری، همه هاش نظر میکنن، ما تئاتر نظر میکنن. نظری یعنی چی؟ یعنی نظری یعنی که کسی پول نمیگیره بابت این کار. هیچ کسی اینجا پول نمیگیره؟ نه، نه بازیگران، عوامل. چند نفرن بازیگرا؟ تقریبا 52 نفر. و عوامل چند نفر؟ فکر میکنم 30 تام از عوامل هستن، حدودش 80 خورده‌ای نفر هستیم. 80 نفر دارن نظری اینجا تئاتر کردن. بابا این آقایی میگه اوریا زنده است. میگه زنده است. ایلیا دست بر نکنه. نقش یک دختر دیوانه. چقدر خودت نزدیک، چقدر ای بابا. خب آقای هاشمی که میگه خیلی به قاعد نزدیکه، ولی نه واقعیتش خیلی دور بود، ولی خیلی دوستش دارم. نقشه خاص رو دوست دارم، نقشه ای که از خودم بیام بیرون متفاوت باشه دوست دارم. من میخوام برم کوفه.
کوفه. منم میخوام برم کوفه. جان من، منو بخر. 160 کار با آقای هاشمی هم که بسیار خیلی خوبه. خوبه. آره. خیلی. اصلا خیلی هم از من میپرسن که آقای هاشمی چه جوریه. اصلا هیچ کی باور نمیکنه که انقدر انعطاف تو رفتار آقای هاشمی، انقدر واقعا دموکراسی به معنی واقعی کلمه. امکان نداره. هست. امکان نداره. آقا من باش کار دارم. من نقش یه خاخام یهودی رو دارم که در واقع تو این قصه همسرش رو کشته، چون زنش رفته مسلمان شده و حالا یه جوری دخترش تصمیم گرفته که بره دنبال برادر گم شدهش که اونم مسلمان شده. درود بر میخائیل. میخائیل بزرگ، مردی رو میشناسم که همسرش رو تکه تکه کرده. حکمش چیه؟ عیده. این ریشه واقعیه؟ بله بله، ریشه موها هم واقعیه؟ بله. نه موها که یه مقدارش اینا بافته اضافه شده. بله. خب میگم یعنی همینا هم باز گرمتر و یه ذره. بله. خب برای من یه مقدار سخت‌تره، تو من از یه جای نمایش باید یه لباس دیگه رو همینا بپوشم. ای بابا. بله، تا آخر نمایش در واقع اینا رو نگه دارم. آخر نمایش که دوباره خاخام میاد روی صحنه، دوباره فقط اون لباس رو سری در بیاره و بیاد توی صحنه. یه خورده گرما و بله. سختی، یعنی اصلا میخواییم روزه بهتون بچسبم. حالا امیدوارم که خدا قبول کنه. خدا قبول کنه. مگه آزار دیدی داره برای پیر مردم سوزونی؟ نگفتید نگرانتون میشن؟ شبای قدرم ادامه داره؟ بله. ما تعطیلی نداریم. نه خیر، تعطیلی نداریم. بلیتش اینا چه جوریه مثلا؟ رایگانه. رایگان؟ رایگان. بله. مجانی؟ بله، بلیت وقتی نظریه بلیت هم رایگان. ای بابا چه عجب تئاتر باحالی. ماه رمضون نمیبینی؟ وضع بازار خرابه. زن و بچه‌ها دارن از گرسنگی میمیرن. اون وقت اومدی منو مفتی شهر رو داری موعظه میکنی؟ ۱۵۰۱ ۱۵۰۲ اهل کوفه. میبرمش کوفه. 2000 سکه هم آمدش میبرم. ببینم نشده مثلا یکی بازیگران هم روزه اینا یهو کم بیاره روی صحنه بیفته؟ چرا چرا، سالهای گذشته این اتفاق افتاده و حتی آمبولانس هم اومده. خیلی کار سختی. آره کار سختیه، ولی بچه ها خیلی با عشق روی صحنه میرن. تفاوت این اجرا با اجراهای دیگه به خاطر نظری بودنشه، چون پول بابتش نمیگه. خدا ازتون قبول کنه. قربونش بلوتون. حالتون چطوره؟ عالی. مشتری گرامی، آیا میدانستین با خرید پکیج قرص‌های لاغری ما میتوانید بدون گرفتن هیچ گونه رژیم غذایی بین 10 تا 17 کیلو در ماه لاغر شوید؟ برای دریافت قرص‌های لاغری ما عدد 1 رو وارد کنید. میبینم که از کارتون اخراج شدید. ناراحت نشید، ما دیگه عادت کردیم به شما و وضعیتتون. اخراج نشین، ما تعجب میکنیم. ببین خانوم، من دو تا چیز حساسم، خوشم نمیاد شوخی بشه باهاش. یکی ته لهجه فرانسویمه، یکی اخراج شدنم. آها، این تهلجتون فرانسویه، من فکر میکردم اون جای دیگه است. نه خنگولم، مال شمال فرانسه است. تموم شد الان، عدد 1 رو وارد کن برم دنبال زندگیم، کار دارم ور پریده. نه متشکرم، وارد نمیکنم. بفرمایید، من قرص لاغری نیاز ندارم. شاید باورت نشه خانمم، ولی نیاز داری. پس کی میخوای آب کنی اون نامزدم؟ بده تو زشته، همین شکم میدونی چقدر تو کار تاثیر منفی گذاشته؟ تو کارم چه تاثیر منفی گذاشته؟ شما چه متوجه میشی؟ من خیلی هم درسته، هم با ظاهرم راحتم، هم با کارم راحتم، همه چیم خیلی درسته. همیشه خانوم هم انگار تو هم دو تا چیزت حساسی ها، کار و جرمیات. نه خیلی خانم، بس دیگه، خیلی هم درسته همه چی. من همکارم رو خیلی دوست دارم، هم ظاهرم رو دوست دارم،
هیچ مشکلی هم با خودم ندارم. خیلی اعتماد به نفس داری خانومم. من جای تو بودم اسید میریختم خودم و چرمی ها رو با هم ذوب میکردم، ولی این ریخی در ملای هم ظاهر نمیشدم. چرا مثلا چی مگه؟ من خیلی میگم که مشکلی ندارم خانوم، خیلی هم راحت در ملای هم ظاهر میشم. بمیرم واسه ملای هم که تو اینجوری توش ظاهر میشی خانومی. خانم شما چرا همش میخواین با تحقیر محصولاتتون رو به آدم رو بفروشین؟ پس با تهدید دیگران محصولاتمون رو بفروشین؟ تهدید نه خیر، با تخریب، تحریک، تهدیق. تهدیق چیه خانم؟ چرا پرت و پلا میگین؟ چرا اینجوری حرف میزنین شما؟ دیگه خانمم این کاریه که از دست من برمیاد، من اینجوریشو بلدم. عدد یک رو وارد کن خیرشو ببینی. نمیخوام خانم، من اصلا اعتقادی به این قرصای لاغری ندارم، تمومش بکنین. پس گلم حداقل عدد دو رو وارد کن تا پکیج قرصای چاقی ما رو در درب منزلتون تحویل بگیرید. بابا قرص چاقی کدومه؟ شما مگه الان به من نمیگفتین من چاقم بعد لاغر بشم؟ خانمی الان که دقت کردم دیدم توپولی هم بهت میاد. به نظرم یه نمه پرترشی لباس هم بهتر تو تنت میشینه. نه خانوم، من اصلا نیازی ندارم به این قرصا. قطع بکنید برید دنبال کارتون. شما میگفتیم چاقم باید لاغر بشم، تمومش بکنید. الان که دقت میکنم میبینم پوست و استخونی. بیا این قرصا رو بگیر بخور، اشتهات زیاد میشه. دو پر گوشت میاری، چی انقدر استخونی آخه؟ نمیخوام خانوم، من اصلا نیازی به چاقی و لاغری ندارم. این قرصا عوارض داره. چرا بدون آگاهی شایع درست میکنی گلم؟ کدوم عوارض؟ سرگیجه و دوبینی و تاری دید و تیرگی شعور و تحول شدید و اغما و مرگ ناگهانی هم شد عوارض. اغما و مرگ ناگهانی؟ بالاخره هممون یه روز رفتنیم خانومم، پس چه بهتر که با وزن ایدئال به دیار باقی بشه دومیم. بابا ولم کنید دیوونه این شما خانوم، ول کنید، من با همین وزن خودم راحت، هم هیچ مشکلی هم ندارم. کمربند ویبراتور لاغری چی؟ اون که دیگه عوارضی نداره. همینطوری که داری برنامه رو اجرا میکنی اون هم واسه خودش میلرزه، جرمی ها رو آب میکنه، کاری به کسی نداره که. نه خیر. ژل چربی سوز چی؟ نمیخوام. گینه یه سره. بابا نه. شکمبند بعد زایمان. نه خانم بس، ولم بکنید دیوونم کردی. نمیخوام، هیچی نمیخوام. نمیخوام چاق شم، نمیخوام لاغر شم. من با همین وزنم راحتم. باشه باشه خانم، من متوجه شدم. پس با وارد کردن عدد سه میتونی قرصهای تثبیت وزن ما رو هر چه زودتر تحویل بگیری. جهنم و ضرر هزینه ارسالش هم با ما. من نمیفهمم شما چرا واسه هر چیزی قرص از تو آستینتون در میاری. این خرص تثبیت وزن اینا دیگه چه مزخرفیه؟ بابا ول کنید، بس کنید، برید نمره. خانم من بذارین یه انتقاد از برنامه‌تون بکنم. پس شما برنامه ما رو می‌بینی؟ می‌بینی من آقام زن نیستم، اینا رو می‌بینی؟ ببین خونه تنت می‌خوره، هی داری کشش می‌بینی. من می‌خواستم انتقاد کنم، قاعد کنم، تو تونش ننی. انتقاد کنین، تموم کن، انتقاد کن. مهمون پریشبتون خیلی به من تیکه مینداخت، دیگه دعوتش نکنین. مهمون پریشبمون کیه؟ اصلا کی شما رو میشناسه بخواد به شما تیکه بندازه؟ حالا یه پیشنهادم داشتم. بفرمایید. لطفا تو برنامه‌تون عدد یک تا چهار رو بیشتر وارد کنید. یعنی چی؟ که چی بشه؟ مشتری گرامی، شما عدد چهار رو وارد کردید. کلی محصولات پکیج لاغری ما شامل قرص های کاهش و افزایش تثبیت وزن، گین های یک سره، ژل چربی سوز و کمربند ویبراتور به اضافه شیر خوش در اسرع وقت در درب منزل شما تحویل داده می شود. چطور ممکنه همچین چیزی؟ من که اصلا تلفن دستم نیست عدد وارد کنم. دیدم دستت بنده، خودم وارد کردم. با تشکر از خرید شما بایز. من به شما میگم تلفن ایشونو وصل نکنین، لج کردین با من شما اون بالا، نه؟ دیوونم کردی. برو اونجا، بدو، بدو برو اونجا. بدو برو. بدو بدو بدو. اینجا. واستا 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 واستا. بیا پایین. بیا پایین. همینجا واستا. تو بس. بریم بیایم. یک، دو، سه. بریم بیایم. عرض کنم خدمتتون که آب دستتونه بذارین زمین و برین لباسشویی سری اکتای اسنووا رو سریعا خریداری بکنید. برای کسایی که براشون مهمه و میخوان مراقبت بکنن از
لباس‌هاشون با شستشوی شرعی. تنها ماشین لباسشویی که این گزینه رو داره که شستشوی شرعی اینه، اینکه خودتون دارین با دست میشورین، یعنی بعد از اینکه شستشوی کامل انجام میدین چون وصل به منبع کر، اینه اینه که خودتون دارین میشورین و کاملا پاک و تمیز و تطهیر شده میشه لباسا. نگرانی این که چه لباسی با چه لباسی رفته توی لباسشویی اصلا میتونید نباشید. پس برای اینکه بتونید خوب در جریان این لباسشویی قرار بگیرید میتونید برید تو سایت اسنووا ببینید. هیچ برند دیگه‌ای، هیچ تولید کننده دیگه‌ای این گزینه رو نداره، گزینه شستشوی شرعی رو هیچ کدوم از لباسشویی‌ها ندارن و خیلی میتونه مناسب باشه برای کسایی که میخوان این گزینه رو داشته باشن. میتونید برید توی سایت نگاه کنید، قیافش هم ببینید، بعد میتونید برید این لباسشویی اوکتای اسنووا رو خریداری بکنید. خب ما با عزتتون از حضورتون مرخص میشیم، به احترام شما بلند میشیم و بهتون میگیم مردم عزیز ایران، ما شما رو خیلی دوست داریم. مردم عزیز ایران، شما برای ما خیلی عزیزید. مردم عزیز ایران، همیشه سربلند باشید. مردم عزیز ایران، شما خیلی قشنگین و خدا شما رو خیلی حفظ کنه. ما به احترام شبهای عزا در خدمتتون نخواهیم بود و طاعتتون قبول باشه، نماز روزتون قبول باشه. ما از حضورتون مرخص میشیم تا بعد از چند شب دوباره در خدمتتون خواهیم بود و دور هم دیگه با هم دیگه معاشرت های خوب میکنیم. مخلصیم رو به اونجا، یک دو سه دستا بالا، خداحافظی میکنیم. خداحافظ تا چند شب دیگه. اون چیه که میره جلو بازمونه، اون چیه که همه رو میخندونه، خندوانه میبره از هوش خندت کوش، خندوانه هر جا هستیم شبکه نسیم کوش، خندوانه کلی آدم زحمت کشیدن و خندوانه ساختن دیدن و که نکنه دلت بگیره، خستگیت هم در که میره، وقتی شروع میشه همه چی خوبه، هر کی میبینه میدونه چی میبینه میدونه، تو دلمونش خواه میکوبه، میکوبه، میکوبه. اون چیه که میره جلو بازمونه، خندوانه، اون چیه که همه رو میخندونه، خندوانه میبره از هوش خندت کوش، خندوانه هر جا هستیم شبکه نسیم کوش، خندوانه. اون چیه که میره جلو بازمونه، چه همه رو میخندونه، خندوانه میبره از هوش خندت کوش، خندوانه هر جا هستیم شبکه نسیم.